بسم الله الرحمن الرحیم. در یه پیامی که از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده، خطاب به شیخ مفید و در منابع روایی ما آمده، از ایشون این تعبیر رسیده که اگر شیعه ما در راه پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند، یعنی به عدالت رفتار می کردند، سعادت ملاقات ما از آنان سلب نمی شد. و معنیش اینه که من در دسترسم، شما دست دراز نمی کنید. در نوبت قبل عرض شد که کارنامه همه ایدئولوژی های بشری در دنیا کبوده، یعنی هر کدوم به یه نکته درستی توجه کردن و چند نکته درستتر رو از قلم انداختند، ولذا علارغم اون شور بدوی که برای حل مشکلات بشر داشتند، بعد از یه مدتی همشون از احکام مرده تغذیه کردند و در این حال همه ایدئولوژی ها تقریبا خود مرکزبین بودند و خودشون رو نگین و بقیه بشریت رو حلقه اطراف خودشون دیدن، مثل اون بند خدایی که در شهرک خودش نشسته بود، ازش میپرسیدن که دنیا کجاست، میگفت دنیا روستاییست اطراف شهر ما، اطراف شهر ما حلقه زده. به علاوه ایدئولوژی های شرق و غرب یه مشکل دیگه هم داشتن، و اون که حرف های بزرگ و رفتار پستی داشتن با بشر در دورانی که به اقتدار رسیدند، با یه ایده های بسیار شکستنی ادعاهای بسیار بزرگی کردند و با نظریات بسیار ضعیف و شکننده وارد عرصه عمل تاریخی و اجتماعی شدند که یه عرصه کاملا واقعی است. و به عبارت دیگه باید گفت این ایدئولوژی ها با بار شیشه به بازار آهنگران آمدند و نتیجه مستقیم و بلافصلش رو هم دیدند. این ایدئولوژی ها نظرن حرفهای خوب تاریخ رو زدند، اما عملا قسمتهای بد تاریخ رو ساختند. و یه اتفاق است که شما در 50-100 سال اخیر به وضوح میبینید در تاریخ سیاسی غرب و شرق. ایدئولوژی های بشری، چه تجدد طلب چه رجعت طلبشون، کاری کردن که امروز بشر در ابعاد انسانی مجموعاً یا درجا زده یا عقب گرد کرده. یعنی بشریت از حیث انسانی و حقوقی نسبت به چند قرن قبل، نسبت به دوران قرون وسطا و قبل از اون، تو ابعاد انسانی جلو نیامده تقریبا. و حالا که دیگه تقریبا از همه ایدئولوژی های غربی خودشون اظهار خستگی و نفرت و کسالت میکنن، از مارکسیزم، از فاشیزم، از لیبرالیزم، از صهیونیزم به سطوح آمدن و آخرین نتیجه که اعلام میشه به عنوان استنتاج عملی از چند دهه اخیر که این ایدئولوژی ها امتحان خودشون رو در دنیا دادن، این است که ما اصلا اصول نظری برای زندگی جمعی نمیخوایم. ما احتیاج به ایدئولوژی نداریم. بسمونه، عرض کردم، بسمونه هرچه سرمونه تراشیدند در این مدت. و انقلاب هم ممکن نیست، به خصوص انقلاب کبیر در ابعاد جهانی دیگه ممکن نیست و همه انقلاب ها صغیرند و احتیاج به متولی و قیم دارند. اما درست در این لحظه ای که بشر به بن‌بست رسیده و کاملا احساس خلق و پایان یافتگی میکنه و با اون خاطره های مرده و آرزوهای مجروح خودش رو تو بن‌بست حس میکنه، یک انقلاب واقعا کبیر، یک انقلاب اکبر از راه خواهد رسید که جهان رو یک جا در خواهد نوردید و همه انقلاب های تاریخ روی هم در جنب او احساس سباوت و سغارت خواهند کرد. اون وقت قرنها انتظار مهدی
برای حرف زدن با بشریت به پایان میرسه و عصر ظهور شروع میشه. او دست همه بشریت رو خواهد فشرد و به اونها خواهد گفت که من برای شالود شکنی موقعیت انسانی آمدم، من آمدم تا اوضاع حاکم بر جهان رو در شرق و غرب و جنوب و شمال به هم بزنم، همه نقاط جهان تو دستور کار من خواهد بود. چون برای مهدی شرق و غرب جهان همه جا خانه اوست، برای او چیزی مانع نیست. چون میدونید که مهدی از پدری شرقی و مادری غربی به دنیا آمده و با شرق و غرب جهان خویشاوند ایشون. گرچه پیام او از حیث مضمون مکتبی نه شرقی نه غربی است، اما از حیث مخاطب انسانی هم شرقی و هم غربی است. مهدی مادرش رومی است، یک دختر رومی و مسیحی، و پدرش عرب و شرقی است. از ناحیه پدر شرقی است، از ناحیه مادر اروپایی است. و مادر رومی و مسیحی که در جنگ اسیر شد و با قضیه که الان عرض میکنم که منظر من نکته بسیار مهم تاریخی درش هست مسلمان شد، و شاید این رازی باشد که برای فتح غرب و جهان مسیحی به دست مهدی یه روزی به کار خواهد آمد. اینکه ایشان در واقع نیمی شرقی و نیمی غربی است از حیث نژادی. چندین نفر، شاید 5-6 نفر از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم، میدونید مادرانشون عرب نبودند، از نژادهای دیگری بودند، و اون مسئله نژادی و عروبیت خالص و عربیگری و اینا نبود. و البته اون جوهر خاصی که نسل به نسل از ابراهیم و اسماعیل به پیامبر و از طریق او به اهل بیت رسید، که میدونید اینا به خود پیامبر فرزند از حیث نسبی فرزند اسماعیل و ابراهیمند، اون گوهر الهی در اینا محفوظ موند. اما در این حال مسئله، برای که روشن بشه، یه مسئله انسانی و بشری است، نه یک مسئله نژادی و عربی، و روشن بشود که مسئله جهان شمول و تاریخی است و به هم میزنه همه طبقات رو، مادران چند تن از ائمه ما در از بدترین و پایین‌ترین موقعیت‌های اجتماعی انتخاب می‌شدن، یعنی جزء بردگان بودند، یعنی اسرای جنگی که تو جنگ‌های بنی عباس و بنی امیه در فتوحاتشون اینا اسیر می‌شدن و به کشورهای اسلامی آورده می‌شدن، بین خانواده‌های مسلمان تقسیم می‌شدن این اسرای جنگی. و مادر چند تن از ائمه ما اینا بودن، یعنی بزرگترین انسان‌های تاریخ که الگوی انسان کامل در واقع هستن، انسان کامل و الگوی بشریت، از مادران به دنیا آمدن که ظاهراً تو طبقه بندی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جز طبقات بسیار پایین بودند، طبقاتی که نباید به حساب می آمدند. از جمله مادر مهدی از یک چنین طبقه است، از یک چنین وضعیتی آمده. و قضیه جالبی داره که حالا اون رو هم بد نیست اینجا عرض بکنم. یه بشر ابن سلیمانی است که اون نقل میکنه یه روز امام هادی سلام الله علیه، پدر امام حسن عسکری، منو خواست و به من گفت که رازی بزرگ رو با تو میخوام در میان بگذارم. بعد میگه نامه به من داد که دیدم امام هادی با خط رومی این نامه رو نوشته، و پرسیدم معنی این نامه چیست. عبارات بسیار لطیف با خط بسیار زیبای رومی امام هادی نوشته بود، این نامه رو به من داد و مبلغی پول و گفت که این قضیه رو با کسی در میان نگذار، حرکت کن به سمت بغداد، در فلان روز در معبر فرات قایق‌های خواهند آمد که اسرای جنگی که از نبرد با امپراتوری روم برگشتند اینا رو میارن، خودت به اون جمع اسرا برسان، بین اونها بعضی زنان اسیر هستند و بین اون دختران و زنانی که اسیرند دنبال خانومی بگرد با این خصوصیات که لباس حریر بر تن اوست و اخلاقش اخلاق انبیایی است، اخلاق توأم با کرامت و حیا، نمیگذاره بهش دست بزنند، نمیگذاره بهش نگاه کنند، فاصله میگیره و عفت و حیا داره. اون دختر رو پیدا کن و این نامه من رو به او بده.
که بین اوسراست. او هم میدونه که باید منتظر چه کسی و چه چیزی باشد. او خوابی دیده است که وقتی این نامه رو به او بدهی او به سرعت خواهد فهمید که از چه چیز به او سخن میگی. تو دیگه توضیح نمیخواد بدی، فقط این نامه رو دست او بده. این بشر میگه من خودم رو رسوندم و ها امام هم بهش فرمودن که این نامه رو که بدی او اخلاق ما رو و فرهنگ ما رو از روی او عبارات اون نامه خواهد شناخت و بعد دیگه اختیار با خود اوست، او خودش بذار تصمیم بگیره که دوست داره با تو بیاد یا نه. این بشر میگه من این کارو کردم، رفتم او رو پیدا کردم و نامه رو به اون خانم رسوندم. او به محض اینکه نامه رو باز کرد دیدم چشمانش پر از اشک شد، گریست، نامه رو بوسید و بویید و به صورت خود نزدیک کرد و به من گفت به هر ترتیب و به هر قیمتی که شده من رو با خودت ببر و سوگند خورد که اگر من رو به هر کسی دیگر بده، اون کسی که مسئول توزیع اوسرا بود، سوگند خورد اگر من رو به هر کسی دیگری بفروشید و بدهید مرا زنده نخواهد دید. میگه اصرار ایشون باعث شد خلاصه کار تمام شد، ایشون با من آمد ولی میدیدم این نامه رو مدام میبوسه. بهش گفتم شما که نویسنده این نامه رو نمیشناسید، چرا نامه رو اینقدر میبوسی؟ گفت من ملیکا هستم که توی کتابای تاریخ عربی اسلامی به نام ملیکه نوشتن، یعنی همون ملیکاست. من ملیکا هستم و از نوادگان قیصر روم و در این حال نسب مادری من به حضرت شمعون از حواریون مسیح میرسه، چون بعد که امپراتوری قیصر مسیحی شد ازدواج های بین در واقع کلیسا و قیصر صورت گرفت که این دو در هم آمیختن. در واقع ایشان از نسب مادری به جناب شمعون میرسه، مادر امام زمان، که از حواریون حضرت عیساست و از اولیای بزرگ خداست. ایشون میگه منو خواستن بارها به بزرگان کلیسا یا به جنرال های روم یا اشراف دربار بدن و این ازدواج هر بار یه مانعی پیش آمد به صورت نگرفت و برای من روشن بود که این ازدواج موانعی که برایش ایجاد میشه غیر طبیعی است. شبی در خواب دیدم که مسیح و شمعون و حواریون وارد اتاق من شدند مثل میزبان و بعد در باز شد و پیامبر اسلام از در وارد شد و من رو از مسیح برای پسر خودش خواستگاری کرد و مسیح پاسخ مساعد داد و من تو خواب این ازدواج صورت گرفت. و من میگه من ترسیدم این خوابم رو برای پدرم و برای خیشانم که همه از برجستگان امپراتوری روم بودن، من ترسیدم برای اون اصلا تعریف کنم این قضیه رو، اما از همون موقع حالت سمپاتی نسبت به مسلمان‌ها و پیامبر اسلام در من ایجاد شد. بعد خواب‌های دیگری دیدم. یک روز خواب دیدم فاطمه و مریم رو که در خواب من آمدند و باز از این ازدواج با من صحبت کردن. و چند بار خواب کسی رو دیدم که میدونم با او ازدواج خواهم کرد، یعنی ابو محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه. چند بار من خواب این مرد رو دیدم، او رو هنوز ندیدم میشناسم، من این خط رو و این نامه رو میشناسم. و اونجا میگه من همونجا بدونی که بگم چه خوابی دیدم، از پدرم که جزو فرماندهان ارتش روم بود میخواستم که با اسرای مسلمان که تو جنگ اسیر میشن با اونها بدرفتاری نکنن، یعنی حالت به وجود آمده بود. تا یک بار ابو محمد رو در خواب دیدم که در خواب به من از جنگی میان روم و مسلمین خبر داد و از من خواست که هر طور شده با اون سپاه روم تو به جبهه بیا ولو مخفیانه. من به اون جبهه آمدم و در اون نبرد ما شکست خوردیم از مسلمان ها و من اسیر شدم. من همین ها بر اساس اون خواب ها قدم به قدم پیش بینی میکردم، اسیر شدم و منتظر بودم که حالا ما رو جزو اسرا به بغداد آوردن، کجایی تو؟ اونایی که باید با من بیان تماس بگیرن و اون دستخط رو به من نشون بدن، من منتظر تو بودم و نام واقعی من ملیکاست. خودم رو نرگس معرفی کردم، چون ملیکا نامهایی بود که طبقات اشراف و بزرگان روم میدادن، نرگس یا نرگس نامی بود که بیشتر طبقات پایین و بردگان و اینها بود. میگه من خودم رو به
رزمن سربازان مسلمان خودم رو نرگس نرجس معرفی کردم و نام واقعی من رو اگر بدانند اینا به این آسونی من رو به تو تحویل نمی دادند. اونجا داره که اولین ملاقات ایشون با امام حسن عسکری که با هم ازدواج میکنن، بعد ملاقات خیلی جالبیه. امام حسن عسکری وقتی با ایشون روبرو میشن، با ایشون صحبت میکنن و بهشون میگن که خلاصه اختیار با خود شماست، چی میخواهید؟ این خانم جواب میده شرافت ابدی را میخواهم. امام حسن بهش میگن که میدانی که فرزند تو شرق و غرب جهان را خواهد گرفت و جهان را از عدالت خواهد آکند. این خانم جواب میده پدرش کیست؟ امام حسن عسکری جواب میده امام حسن رو میدونید در سن 28 سالگی کشتم. امام حسن عسکری 28 سال بیشتر عمر نکرد. 28 ساله همون سالهای آخرم مدام تو اردوگاه نظامی دستگاه بنی عباس بودن، تحت محاصره بودن، ارتباطاتشون کاملا تحت کنترل بود، محترمانه تو پادگان نظامی اسیر بودن. اینم که میگن عسکری، عسکر یعنی همین لشکر و پادگان نظامی، تو پادگان تحت الحفظ بودن، تحت مراقبت. همونجا هم تحمل نکردن ایشون رو، در سن 28 سالگی ایشون رو مسموم کردن و شهیدش کردن. این خانم از امام حسن، از ابو محمد میپرسه که پدرش کیست؟ ایشون جواب میدن همون کسی که پیامبر خدا تو را از عیسی ابن مریم برای او خواستگاری کرد. او را میشناسی؟ ایشون جواب میده که آری، او را شبهای بسیار پیش از اون که اینک در بیداری ببینم در خواب دیدم. یعنی خودتی، خود شمایی. بعد که قضیه ازدواج صورت میگیره، اونجا داره سر میگیره، اونجا داره که ابو محمد امام حسن عسکری خطاب به حکیمه فرمان که رو میکنن میگن این همان خانومی است که بارهای بار از تو، از او با تو سخن گفتن. این همان است که یعنی معلوم کاملا منتظر ایشون بودند. و او رو ببر و اسلام رو به او بیاموز. و یه تعبیر دارن امام حسن عسکری، میگن هر بار به اون نگاه میکنم من شکوه و معنویت را در چهره او میبینم. او چون مادر موسی فرزندش را پنهان از فرعونیان به دنیا خواهد آورد و این کودک زنده خواهد ماند تا سرنوشت بشر را تغییر دهد و چون این خواهد شد. این ازدواج بعد از چند سال که حضرت مهدی کودک خردسالیان و امام حسن عسکری مسموم میشن و شهید میشن، که اون قضیه شهادتش هم خیلی جالبه، اینم براتون بگم. این ابو سهل اسماعیل نوبختی که از اصحاب امام حسن عسکری و حضرت حجته، این قضیه رو ایشون نقل میکنه، میگه روز و ساعات آخر ابو محمد بود، یعنی امام حسن عسکری، که ایشون دیگه مسموم شده بود و داشت از دنیا میرفت. دارویی رو خواست بخوره، قارو رو آورد بالا، دیدم دستش لرزید و این قدح و کاسه‌ای که دستش بود به دندانهاش خورد، نتونست این دارو رو فرو ببره و پایین گذاشت و به من گفت که در اتاق بغل پسری است در سجده، برو به ایشون بگو که بیاد، من دارم میرم، من دیگه آماده رفتنم، باید به ایشون نکته رو بگم. این میگه من رفتم در اتاق بغلی رو باز کردم، دیدم یه کودک چند ساله است تو سجده و انگشت سربابش رو به آسمان بلنده. میگه موی سرش پیچیده بود و رنگی روشن و چهره زیبا و باشکوه که وقتی نگاهم به این بچه افتاد بدنم مرتعش شد. بعد با ایستادم ایشون دیدم داره نماز میخونه، ایستادم نمازش تمام شد، گفتم که پدر شما رو صدا میزنه. بعد از چند دقیقه دیدم او با مادرش آمدن. تعبیری که نقل میکنه که امام حسن عسکری که عرض کردم 28 ساله است که داره شهید میشه، ایشان میگه وقتی اون فرد کودک وارد اتاق شد، ابو محمد رو کرد به او گفت یا سید اهل بیته، یعنی مرد خونه، یا سید اهل بیته یعنی مرد خانه، که دیگه من باید برم تا یک کودک چند ساله مرد خانه. گفتن این مرد خانه، من آماده رفتنم، برای من آب بیار. بعد میگه اون آب آورد و پدرش رو، اون طفل با اون آب پدرش رو وضو داد، پدرش وضو گرفت و چیزی کنار گوش او گفت، جملاتی با او گفت و بعد گفت که تو مژده بر تو که تو حجت خدایی بر زمین، و بعد از دنیا رفت. و
و از این به بعد نگاه همه دیگه متوجه این کودک چند ساله است که یک غیبت کوچک و یک غیبت بزرگ بر سر راه اوست تا سرنوشت بشریت رو تغییر بده. من تو این جلسه میخواستم بعضی از شاخصهای انسانی که جامعه مهدوی داره و ایشون بنا خواهند کرد خیلی گذرا و با اشاره به بعضی از روایات خدمت شما عرض بکنم و بعضی نکات جنبی دیگر رو دیگه حالا میگذارم برای یه وقت دیگه، اگه عمر بود در یک فرصت دیگری. من در جلسه قبل خدمت رو عرض کردم که دوران حکومت مهدوی حکومت دینی جهانی در این حال یه حکومت کلیشه ها نیست که بعضی ها فکر کردن توی جامعه مهدوی نهایی در سطح جهان حتما همه آدم ها یه جور هم مثل ماشین، مثل آدمک های چوری را میرن، همه یه جور حرف میزنن، یه جور کار میکنن، یه جور عمل میکنن. نیست. شهر مهدی شهر کلیشه ها نیست، شهر آدمک های چوری هم شکل و هم سلیقه نیست. روابط انسانی البته بر اساس مناسبات و معیارهای انسانی تنظیم میشه، همه حقوق و حدود خودشون رو میشناسن، ولی یک نواخت نیستن همه و انسان‌های با فضیلت و تربیت شدن که هم حق رو میشناسن و هم تکلیف رو میشناسن، در این حال متناسبن و متعادل، علی رغم اینکه با هم متفاوتن. اینا که عرض میکنم همه بر اساس روایاتی که بعضی از روایات هم میخونم خدمتتون. اختلافات نظری در جامعه مهدوی سرکوب نمیشود، مدیریت میشود. اینا که همه عرض میکنن برمبنای همینه که کسی فکر نکنه یه شهر ایدئولوژیک به معنی امروزی، یه شهر بسته کلیشه ایست، نه. همینطور نوع رابطه مردم با امام مهدی سلام الله علیه در اون جامعه یه رابطه کاملا روشن انسانی است. البته بعضیا میخوان به جای اینکه پاشون رو جای پای امام بگذارن، پاشون رو روی پای امام بگذارن. این در واقع تبعیت نیست، این ستیزجویی و جبهه گشودن در عرض امامه. کسانی که به جای اینکه پاشون رو جای پای مهدی بذارن روی پای اون میخوان بگذارن، البته حذف خواهند شد، برای که سد راه عدالت و حقوق بشر به معنی واقعی در جهان خواهند کرد. اما غیر از این بحث تعارض و تقابل با رهبری اون انقلاب جهانی که تحمل نخواهد شد، به دلیل نه کبر یا عرض شود که اتوریته فردی یا توتالیتریزم و اینا، بلکه به دلیل اینکه یه نهضت عظیمی داره شروع میشه که قربانیانی خواهد داشت و نباید شهدای اون نهضت و قربانیان اون نهضت جهانی خونشون هدر بره. نباید قرنها و هزارها انتظار بشر دوباره به همون چاله هایی بیفته که قبلا افتاده بود. بشر نباید در زمان مهدی از چاله بیرون بیاد تو چاه بیفته. ایشون با مسئله رهبری جهان جدید که یه جهان آزاد اما انسانی و عادلانه است هیچ تسامحی نمی کنن. اما مفهوم اطاعت پذیری از امام تو جامعه مهدوی به معنی تعطیل کردن عقل فردی، به معنی تعطیل کردن درک و تشخیص و احساس مردم و ماشینی شدن جامعه هم مطلقا نیست، به دلیل روایات صریحی که تأکید رو عنصر عقلانیت و اراده انسان‌ها در جامعه مهدوی می‌کنه که حالا بعدش خواهم خوند براتون. هر دوی این مناسبات غلطه، هر دوی این گره‌های کور شده رو ایشون خواهد گشود و اطاعت از مهدی به معنی محو فردیت، به معنی تعطیل حریم فردی، حقوق فردی مردم نیست، بلکه این اطاعت از رهبری انقلاب جهانی ضامن اجرایی همین حقوق و ضامن تعالی شخصیتی آحاد شهروندان اون جامعه جهانی است. و این وعده ایست که صریحا داده شد. همینطور ایمان دینی هم در جامعه مهدوی یک مقدار جزمیات مرده نیست، یه حقیقت کاملا زنده است این ایمان. یه مقدار دگم سنتی شده به معنایی که امروز تو جامعه شناسی دین ازش بحث میشه مطلقا نیست. اولا همه تأکیدها در انقلاب جهانی ایشون رو حقوق مردمه. اصلا پرچم اصلی انقلاب پرچم عدالت. در روایات بسیاری نقل شده که کار اصلی مهدی همینه که مردم به حقوقشون برسن، یعنی عدالت. این که یملع الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا،
زمین رو و تمام جوامع بشری رو بعد از اون که مملو از ظلم و بیعدالتی و جور شدند و حقوق انسان‌ها به خصوص حقوق انسان‌های محروم که هم ساکتند هم مسکوتند، اینا پرچم اصلی مهدی است، بلند میشه به نفع اینا و جهان رو از عدالت خواهد آکند. و اصلا هدف ایشون، فلسفه اصلی ایشون نجات بشریت و آرمان ایشون احقاق حقوق مردمه، اونم همه بشریت. اون جلسه هم شاید عرض کردم خدمتون، همه بشریت بدون استثناء، هیچ تبعیض نژادی، قومی، فرقه‌ای تو کار مهدی نیست بر اساس روایات. و از پیامبر نقل شده که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطه مهدی و قدرت او تمام شرق و غرب جهان را خواهد گرفت. هیچ کشوری خارج از اقتدار او، هیچ سرزمینی، هیچ جزیره‌ای خارج از اقتدار مهدی نخواهد ماند. و داره که یفتح مدائن الشرک، همه شهرهای شرک و همه تمدنهای شرکامیز رو در جهان فرو می‌ریزه و در هم میشکنه. خب چرا؟ چه نیازی است؟ ایشون احتیاج به سیاهی لشکر داره؟ ایشون زمین کم داره؟ آیا این جهانگشایی و افزون طلبی و زیاده خواهی است؟ این فتوحات از نوع فتوحاتی است که قیصرها و فرعونها و کسرا در تاریخ به دنبالش بودن و امروز قدرت‌ها و ابرقدرت‌های امروز دنیا دنبالشن. به همون دلیلی که اونا دنبال فتوحاتن، به همون دلیل مهدی دنبال فتوحاته؟ نه. چرا ایشون به فتح شرق و غرب فکر میکنه؟ برای اینکه یعنی کاری که میخواد بکنه برای و برای اون این فتوحات رو، این نبردها رو انجام میده، چی اون کار؟ برای آقایی کردنه؟ حضرت امیر میگن که مهدی میآید تا همه بردگان را در سراسر زمین آزاد کند. این روایت حضرت امیره سلام الله علیه. او میآید و بردگان را در سراسر جهان آزاد خواهد کرد. بعضی فکر نکنید بردگی بر افتاده ها، بردگی امروز بیشتر از هر وقتی است. امروز دوران بردهداری مدرنه، امروز دوران بردهداری مدرنه، امروز اکثریت بشر بردگانی هم در دست بردهدارانی که با شیوه های جدید بردهداری میکنن، برده ها رو میفروشن و میخرن. در علاوه برای که همون بردهداری از نوع قدیمیش هم هنوز تو دنیا هست، همین الان طبق آمار خود یونیسف و اینا میلیون ها برده به همون معنای قدیمیش الان تو دنیا داره خرید فروش میشه. من یه سفری که سالها قبل بچه های انجمن اسلامی خارج کشور دعوت کردن، سمیناری داشتم رفته بودم امریکا، من یادم میاد در نیویورک اون مرکز اصلی اتوبوس های بین شهریشون که ساختمان چند طبقه ایست، خیلی هم زیباست، کنار اون سالن دیدم کنار این دیوار سالن حدود 40-50 تا دختر جوان ایستادن، اینا رو با نخ، با یه نخهای همه رو به هم بستن انگشتشون. اونم چی اونا؟ هر کدوم از نژادهای مختلفی هستند، مکزیکی، ژاپنی، عرب، ترک. بعد رفتم جلو با این خانم ها صحبت کنم که چیه اینا، چرا من با نخ خودشون رو به هم بستن. دیدم 3-4 نفر چاقوکش و محافظ اینا آمدن جلو، فضا داره فضای درگیری و اینا میره میشه و بعد بگه پرسیدم چیه، گفت بابا بیا کنار، اینا بردن، اینا دختران جوانی هستند که از ملیت‌های مختلف میارن اینجا به عنوان یا کالای جنسی، یعنی برده های جنسی، یا برده برای هر کاری که اربابانشون بخوان با قیمت‌های ارزان داره خرید فروش میکنن به معنی واقعی کلمه. اینا الان اینجا مثل بازار برده فروشا کنار دیوار وایستادن، الان هر کسی نرخ میده قیمت پیشنهاد میکنه اینا رو برمی‌داره میبره به معنی واقعی کلمه. الان میخوام بگم برده‌داری به همون معنی قدیمیش هنوز هست تو کشورهای آسیای میانه، در کشورهای خاور دور، در بسیاری از جاها، علاوه بر اینکه بردگی مدرن امروز در دنیا حاکمه. وقت اونجا حضرت امیر فرمودن که مهدی، ببینید این عبارت حضرت امیر اینه، لا یترک عبدا الا اعتقه، برده ای روی زمین نخواهد گذاشت جز آن که آزاد خواهد کرد. برده های اقتصادی، بردگان سیاسی، برده های با شیوه های مختلف. ولا قارما الا قضا دینه، هیچ بدهکاری در دنیا مهدی نخواهد گذاشت. مهدی نمیگذاره طبقی روایت انسان بدهکار و مدیون و سربزیر در دنیا باقی بماند. رسم بدهکاری و دین برخواهد افتاد به دست او.
ولا مظلمت لأحد من الناس الا ردها، هیچ ظلمی نسبت به هیچ کسی، آحاد مردم، ناس یعنی توده های معمولی، نمیمونه الا ایشون رد مظالم یعنی جبران و ستم رو خواهد کرد. اینجوری نیست که حقوق یه عده خاصی فقط براش مهم باشه بقیه رو ولش بکنه، نه، حقوق همه مردم. و بعد داره که باز جالبتر از همه این ترجمه شو من میگم، او دیه کشتگان آن نبرد جهانی را خواهد پرداخت، خونبهای همه کشتگان آن نبرد جهانی را خواهد پرداخت. انقلاب از این انسانی تر، لا یقتل منهم عبدا الا ادا ثمنه، خونبهای همه کشتگان اون نبرد بزرگ رو خواهد پرداخت. یا این چاره ای نبوده کسانی کشته شدن این وسط، ما مظلوم و انسان بیگناه رو نکشتیم، اما جنگ جنگه، تو درگیری اونا افراد بیگناهی رو وارد نبرد میکنن، دشمن نیروهایی رو بی اجبارن وارد نبرد با ما میکنه و کشته میشه، مهدی خونبهای آنان رو هم خواهد پرداخت. این اینا روایاتیست که در مورد ایشان، یه انقلاب قاطع که نبرد رو ول نمیکنه بین راه، اهل سازش و معامله با ستمگران جهان و چراغ سبز دادن و اینا نیست، ولی در این حال انقلابی است کاملا انسانی، یه شورش کور وحشی ارشاد که مردم رو فقط آلت فعل ببینه و از رو جان مردم عبور کنه به اهدافش برسه و چشمش فقط به پیروزی و به قدرت خیره شده باشه. او اراده معطوف به قدرت از نوع نیچه‌ایش نیست، انسان برای او مهمه، حتی یک انسان. باز در روایات داره که کوچکترین ذره حق و حقوق انسان نزد او بزرگ است و آن را فروگذار نخواهد کرد. هیچ حقی از حقوق پیش چشم مهدی کوچک نیست. میگه حالا این مقدار امن داره، هر چی کار واجب تری داریم. میگه هیچ کاری واجب تر از احقاق حق ولو کوچکترین حق برای عادی ترین فرد نیست. میگه اصلا من برای رسوندن همین حقوق آمدم، من کاری واجبتر از احقاق حقوق من ندارم در دنیا. هیچ حقی در نظر او کوچک نیست و انقلابش انقلاب در واقع مردم، میخوام بگم کودتا نیست کار حضرت حجت سلام الله علیه، یه انقلاب به معنی واقعی مردمی است با رهبری درست. البته در برابر مافیای قدرت و ثروت جهان تو روایت داریم که ما هو الا سیف، مهدی نیست جز سلاح، جز شمشیر، جز آهن و پولاد، و الموت تحت دل سیف، و مرگ زیر سایه شمشیر. مهدی دو چهره داره، یعنی چون دو تا مخاطب داره با دو چهره وارد میشه. یه چهره در برابر هم مافیای ستم جهانی است، با اونا جز با زبان سلاح و از لوله سلاح و از تیغ شمشیر سخن نخواهد گفت، حتی تو روایت داره نسبت از اونا توبه هم نخواهد پذیرفت، برای که دیگه دوران موعظه و توبه اونا به اندازه کافی 2000 سال بحث شد، هزاران ساله دارن میگن آقا توبه کنید، دیگه اونجا وقت توبه گرفتن نیست، وقت عمل به وعده هایی است که انبیا دادند، حالا باید عمل بشه. اما یه چهرهش هم با توده های مردم، با همه بشریت، با انسان های مظلوم و محروم، با اونا تو روایت میگه مهدی چنان متواضع و مردمی است که گویی با دست خود، این روایته، با دست خود، با انگشت خود عسل در دهان محرومان می نهد. این تعبیر تو روایات آمده، نه که ایشون مثلا بخواد تو دهن یکی یکی مردم عسل بگذاره، این تعبیره که در روایات آمده، در واقع تیپ برخورد حضرت حجت با توده های مردم رو نشان میده. میگه او با انگشت خیش عسل در دهان محرومین جهان خواهد گویی نهاد، یکی یکی انگار. این هم چهره دیگر مهدی است. در رستا اینا که میگم همه برگرفته از روایات، من دیگه سریع بخونم. در رستاخیز مهدی هرچه هست دوستی و برادری و رحمت و صلح و یگانگی است. مهدی میجنگه اما جنگ برای صلح، چون میدونه نمیشه به این جنگ ها پایان داد مگر با یه جنگی که همه این جنگ ها رو تمام کنه دیگه. میجنگد اما برای صلح میجنگه، صلحی که توأم با عدالته. و تو روایت داریم تو این دعای ندبه، هم فکر کنم دعای ندبه است که میگه اینه امان و اهل الارض، کو امنیت برای همه بشریت. امان اهل الارض یعنی کو امنیت، که همه بشریت تو دنیا امروز به امنیت احتیاج داره، کو امنیت جهانی.
و امنیت جهانی رو هم او خواهد آورد. امروز دنیا امن نیست، هیچ جا امن نیست. بله، شعار جامعه‌ای که مهدی می‌سازد محبت است. هر کس هر چه نیاز دارد از جیب دیگری برمی‌دارد بی ممانعتی. این مال من و اون مال تو نیست. مردم از هم سود نمی‌گیرند. جامعه مهدی که جامعه صلواتی است، مردم به هم خدمات می‌رسونند اما سر هم دیگر رو نمی‌تراشند. مردم از هم سود نمی‌گیرند، کینه‌ها از دل‌ها بیرون می‌رود. وقتی نظام اقتصاد جهانی رو ایشون زیر و زبر میکنه، نظام جهانی که الان دنیا حاکمی رو زیر و زبر میکنه، در حکومت او به کسی به احدی بدی نمیرسد مگر فوراً حد خدا جاری میشود. دیگه معامله و ساخت و پاخت و این یکی رو حالا زیر سیبیل ردش کن و او رو او با فلانی قوم خیشه و این رفیق ماست و اینا نیست. هر جا جرمی و ظلمی صورت میگیره فوری حد خدا جاری خواهد شد. مهدی اینش نگاه کنه خیلی جالبه. اینا همه در ضمن ملاک های حکومت دینی ها که ما تا جایی که میتونیم باید به اینا نزدیک بشیم. حالا نوع اتم و کاملش ایشون تحقق میده اما مطالبات اسلام همیناست. تو روایت دیگه میگه علامت المهدی، روش ایشون تو حکومت اینه، او با کارگزاران حکومت خود بسیار سختگیر و با مردم به ویژه مستمندان بسیار مهربان است و پس از مدتی در جامعه و حکومت او دیگر مستمندی نخواهد بود. سختگیری میکنه با مسئولین حکومت نه با مردم. با مردم آسان، برادرانه و با تواضع و محبت. سختگیر با حاکمان، آسانگیر با مردم. این تعبیر. بعد فرمود که شدیدن علی العمال، یعنی سختگیر نسبت به کارگزاران حکومت، اما جوادن بالمال رحیمن بالمساکین، با توده‌های مردم با رحمت و مهربانی و اهل بخشش. مهدی حق همه حقداران را به آنان میرساند، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد از او پس میستاند. اینا روایت همش. بشریت در دوران او مفهوم زندگی انسانی را خواهند دانست. ما هنوز زندگی انسانی نکردیم، نه، ما بشریت هنوز معنی زندگی انسانی رو نفهمیده، مزمزه زندگی اینا. تو روایت میگه در زمان مهدی به معنی واقعی زندگی خواهید کرد، آرمانهای همه انبیا رو او تحقق خواهد داد. و حالا این چند نمونه که عرض میکنم اینا همه تو باب حقوق بشره و نظام مناسبات اجتماعی که عرض کردم جزء مطالبات اسلام هست برای همه بشریت بدون تبعیض و تحقق جهانی اتمش به دست ایشونه، اما اصل این آرمان‌ها از اول جزء اهداف و مطالبات اسلام هست. حقوق اقتصادی مردم، مسئله عقلانیت، مسئله حقوق علمی و گسترش دانش در دنیا، توزیع درست ثروت، صفا و شادابی زندگی، امنیت، آبادی، حقوق زن، حقوق کودک، تمام اینا تو روایت هست که من الان میترسم خسته بشید الا اینا همه رو میشه اینجا به هر کدوم یه اشاراتی کرد. من از بین اینا چند تاشو انتخاب کردم به عنوان انقلاب‌هایی که مهدی میکنه، یعنی در واقع یه انقلاب نیست، چندین انقلاب در دل یه انقلاب جا گرفته. انقلاب مهدی در چند بُعد از ابعاد انسانی و اجتماعی است که حالا اینا رو من بر اساس روایت براتون میگم. توضیحاتی من می‌خواستم بدم که بیشتر توضیحات تطبیقی بود با اون چه که تو این حوزه‌های حقوق بشر در غرب و در دنیا امروز مطرحه، منتها چون فرصت نیست من از اون صرف نظر می‌کنم، فقط این روایت رو سریع براتون عرض می‌کنم. حالا در روایت داره که او توصیفات از ایشون شده که حالا من واردش نمیشم، که او رازهای عالم را میداند، علم کتاب و سنت نزد اوست، چهره اش به پیامبر میماند، موهایش بر شانه ریخته و بوی خوش میدهد و چه و چه دندانهاش تصویرهایی که از چهره ایشون و چیز شده. اما کار ایشون، روش حکومتی و روشی که در دنیا بر اساس اون عمل میکنه، من بعدش اینجا عرض میکنم. یه روایتی که هم نشون میده نسبت به مسئله تعمیم علم و دانش در دنیا یه انقلاب علمی به معنی واقعی اتفاق میفته، انقلاب علمی، و هم توش حقوق و کرامت و حرمت زن در این روایت در دوران مهدی روشن میشه. این روایت در واقع هر دو نکته رو میرسونه. اون روایت اینه، حالا علاوه بر اینکه عرض کردم در روایت داریم که
مهدی از همه بشریت 313 نفر برگزیده انتخاب میکنه که اینا در واقع کادر اصلی انقلاب جهانی او و مدیران اصلی حکومت جهانی او هستند، و تو روایت داره که 50 نفر از اونا زنن و در واقع هم در اون انقلاب جهانی و هم در حکومت جهانی 50 زن در رکاب مهدی جهان رو اداره میکنن. یعنی در عالی ترین سطوح مدیریت در سطح جهان و در عالی ترین و پیچیده ترین و جدی ترین مراحل یک انقلاب، که دیگه انقلابی جدی تر از انقلاب اون نیست، 50 زن در واقع توی اون قرارگاه اصلی و ستاد مرکزی انقلاب مهدی و حکومت مهدی حضور دارن. علاوه بر اون این روایته که یه نمونهش من عرض میکنم، خیلی روایت جالبیه اینجا داره که از امام باقر سلام الله علیه، که من ترجمهش میکنم، میگه وقتی قیامگر ما قائم ما قیام کند، دستش دست خود را بر سر بندگان خدا و بشریت خواهد نهاد، فجمع بهی عقوله، تمام قدرت عقلانی بشریت رو مجتمع و متمرکز خواهد کرد. یه مرتبه سطح عقلانیت در جامعه بشری به طور جهشی چند پله بالا میاد. این روایت است که امام باقر فرمودن که ایشان سطح عقلانیت رو در جامعه بشری ارتقا خواهد داد و نیروی عقلانی توده ها رو متمرکز میکنه، و اکمل بهی اخلاقهم یا احلامهم، هر دوش ممکن درست باشه. اگه اون باشه اخلاق که به معنی اخلاق و ارزش های انسانی است، که عقل در برابر اخلاق نیست، عقل در برابر ارزش ها نیست، چون تو منطق غرب میگن آقا عاقلی یا ارزشی کدوم میشی؟ چرا؟ برای که ارزش های اخلاقی تو این منطق نه لهشون نه علیهشون استدلال نمیشه کرد. اینا ارزش ها رو یه امور خارج از حوزه عقلانیت میدونه، همطور که الهیات رو خارج از این قضیه کردن. اون مقولات جدلی و طرفین کانت در واقع ترتیب عقل رو در حوزه الهیات داد و بعد تو حوزه اخلاق هم دست و پای عقل بریدن. عقل فقط عقل ابزاری، یعنی مرتبه سوم عقل رو قبول دارن، اما تو فرهنگ اسلام هر سه سطح عقل و عقلانیت معتبره. هم عقل در مقام جهانشناسی و خداشناسی و توحید و الهیات عقل میتونه به نتیجه برسه برخلاف اون چه که کانت میگه، هم عقل در حوزه ارزش های اخلاقی معتبره، یعنی ارزش ها قابل استدلالن، قابل درک عقلانی هند، ملاک دارن، و هم تو حوزه عقل ابزاری که میشه بهش گفت عقل معاش. اسلام نسبت به عقل عقلانیت ابزاری، عقل معاش کاملا حساس. هر کی فکر کنه اسلام مخالف با عقل ابزاری و ایناست اشتباه میکنه. حالا فرصت نیست، ولی روایات و آیاتی بخونم براتون که عقلانیت ابزاری، همین عقل معاش، عقل زندگی، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت مدیریتی خیلی مهمه و چقدر تاکید شده روش. این حالا مهدی سطح عقلانیت جامعه رو بالا میبره در هر سه حوزه است. در هر سه حوزه بشر درک عقلانی پیدا میکنه. وقت جالبه میگه در حدی که این در واقع من اسمشو میذارم یه انقلاب علمی، چون میگه که در حدی که زنان خاندار که مجبورن به خاطر انجام اداء حق خانواده و انجام بعضی از وظایف انسانی، یعنی تربیت انسان و شوهرداری، طبیعی است که بخشی بیشتری از وقتشون نسبت به مرد در خانه خواهد گذشت. مهدی کاری میکنه که حتی اون زنانی که دارن به وظیفه‌شون در برابر شوهر و فرزندانشون در خانه عمل میکنن، اونها هم از علم حتی تو خونه هاشون محروم نمانند. میگه در دوران مهدی کاری خواهد شد که انقلاب علمی صورت در واقع خواهد گرفت، که حکمت و دانش و قدرت قضاوت و داوری حتی به داخل خانه ها وارد میشود، به تمام خانه ها، نهاد خانه، نهاد دانش و نهاد دین در واقع یکی می شود، به طوری که زنان در خانه خودشان راجع به همه مسائل میتونن بر اساس کتاب و سنت اجتهاد کنند. یعنی پیچیده ترین داوری های نظری و عقیدتی و ایدئولوژیک و عقلانی رو تو خونه هاشون انجام میده، علم رو به داخل خانه ها وارد میکنه. هیچ خانه ای خارج از حریم علم در زمان مهدی نخواهد بود، نه فقط توی بخشی از دنیا، حتی در خانه های افریقا، حتی در خانه های افغانستان و هند، حتی تو خونه های روستایی همه جای دنیا، همه زنان دسترسی دارن به بالاترین سطوح
علمی و زن. معنیش اینه که این زنان که امروز تو دنیا تحقیر شدن، برهنه شدن، بهشون میگن ما شما رو تو حوزه سیاست و اجتماع و علم راتون میدیم به شرطی که برهنه بشین، با حجاب راتون نمیدیم، شما به عنوان انسان شما رو را نمیدیم تو محافل علمی و سیاسی اجتماعی، به عنوان مؤنث راتون میدیم. وقتی میگم برهنه باید بشین، معنیش اینه، معنیش اینه که شما جنسیتت برای ما مهمه نه انسانیتت. اما مردی کاری خواهد کرد که زن بدون اینکه در سراسر جهان، بدون اینکه تغییر بشه، بدون اینکه برهنه بشه و بدون اینکه دست از عفت خودش بکشد به عزت برسد. یعنی اونا میگن آقا یا عزت یا عفت، مهدی میگه هم عزت و هم عفت، هر دوش، ما هر دو رو برای زنان در سراسر جهان تأمین میکنیم.